با سلام به شما بینندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من کیان آذر هستم و برنامه نگاه روز رو به شما تقدیم میکنم. در برنامه نگاه روز میخوایم در رابطه با اتفاقی که در چند روز گذشته افتاده با شما صحبت بکنیم. مهمان برنامه ما فاتح بهرامی هست که فکر میکنم روی خط برنامه ما الان حضور دارن. به ایشون سلام میکنم و خوش آمد میگم که به برنامه ما آمدن. متشکرم، با سلام به شما و بینندگان، خسته نباشید. من در ابتدا میخواستم در رابطه با موضوعی که انتخاب کردم برای این برنامه توضیحاتی بدم و بعد بریم سراغ سوالاتی که مد نظرم هست از شما بپرسم. توی اخبار اینجوری اومده بود که دو تن از فعالین کارگری شرکت واحد رو جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در کرج دستگیر کرده و که روز چهارشنبه 12 آبان در کرج به اصطلاح این دو فعال کارگری رو به اسامی سعید ترابیان و غلامرضا غلام حسینی جز فعالین کارگری در شرکت واحد هستن رو دستگیر کرده که ابتدا یورشی میبره به خونه های اونها که اونها توی خونه حضور نداشتن، به اصطلاح فرزند یکیشون رو به گروگان میگیرن و بعد توی خیابون به اصطلاح یکی از خیابون های کرج دستگیر میکنن. البته اخبار بعدی که اومده حاکی از این هستش که هر دوتای این افراد آزاد شدن به قید وثیقه، ولی به هر ترتیب یورشی بوده که جمهوری اسلامی علیه کارگرا انجام داده و این مشخصا این دو تن رو دستگیر کرده بود. من به عنوان سوال اول از شما میخواستم اینو بپرسم که آیا رابطه بین دستگیری فعالین کارگری و مشخصا این دو نفر و اجرای هدفمندی یارانه ها میبینید شما؟ فعالین کارگری راستش توی این مدت جمهوری اسلامی یعنی خیلی وقت فشار زیادی آورده، دستگیر میکنه، زندان میکنه، جریمه های سنگین کرده، شلاق زده و تو این دورم تشدید کرده فشار به فعالین کارگری و این ماردم که اشاره کردین شما در ادامه مارد قبلی و همین حالا تعدادی به هر حال زیاد از فعالین کارگری و رهبران کارگری تو زندانن هنوز. سعید ترابیان و غلام حسینی هم که به هر حال کلی ضرب و شتمشون کردن، زخمی شدن از ناحیه سر و شکم و اینا و بعد آزاد شدن، پیام جمهوری اسلامی و در واقع در پاسخ به سوال شما دقیقا ارتباط داره. ارتباطش اینه که وحشت خیلی شدیدی در تمام هیئت جمهوری اسلامی در بر گرفته به خاطر اعتراضاتی که احتمالا در راهه. اینو قبلا بهش فتنه اقتصادی گفتن، نگران از اعتصابات کارگری و بعدش هم دیگه وزارت اطلاعات اومد گفت همه دم و دستگاهمونو آماده کردیم، قوه قضاییه داره حرف میزنه میگه آماده هستیم برای مقابله با اینو با متخلفین و فلان برخورد شدید میکنیم. یعنی همه ارگانهای رژیم، سپاه پاسداران هم که خبر دادن اومدن به اشکال مختلف تهدیداشون رو کردن، اینا نگرانی خیلی شدید دارن که خب جامعه منفجر بشه در اثر اجرای حذف یارانه ها یا به قول خودشون طرح هدفمندی یارانه ها. اینه که به هر حال سر جنبش کارگری که مرکز اصلی به اصطلاح اعتراضات خیلی جدی خواهد بود و به هر حال جمهوری اسلامی ازش نگرانه و قبلا هم اسمش رو گذاشته بودن فتنه اقتصادی، داره در واقع پیامش میده، فعالین کارگری رو میگیره، ضرب و شتم میکنه، حتما وثیقه ازشون میگیره، حتما تعهد ازشون میگیره، میگه فلان بکنید. تمام این تلاشای عبث به خاطر اینه که خب به کارگرها بگن نیاین بیرون، دست به اعتصاب نزنین، مقابل طرح یارانه ها نایستین، مقابل فقر و سبازی زیر خط فقر که هستین دستمزدتون ندن. خلاصه علیه این وضعیت فلاکتباری که جمهوری اسلامی به شما تحمیل کرده نایستین، اگه بکنین ما این کارا رو میکنیم. ارتباطش اینه، خیلی روشن از سر به اصطلاح ذلیل بودن جمهوری اسلامی، استیصالش و ضعفش داره این کار میکنه. یک نفر کارگر رو یه جای گیر میاره، میبره کتک کاری میکنه، بعدش به هر حال آزاد میکنه یا یه تعدادشون رو هنوز نگه داشته. میخوام بگم این داستان مرتب همیشه به اصطلاح ادامه داشته و همین الان یه تعداد تو زندانن و از این کارم دو مرتبه خواهد کرد. منتها به طور واقعی این مسئله به جایی نمیرسه و اون وحشتی که جمهوری اسلامی از
حرکت کارگرها تو جامعه داره به طور واقعی جدیه و میان کارگرها میان بیرون جلو این طرح به طور خیلی جدی وای میسن و این راستش آغاز یک وضعیتی که جمهوری اسلامی ممکن تو این ماجرا بره، یعنی جامعه علیش قیام میکنه. خب مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی حساب ویژه‌ای برای شورش‌های مردم علیه این طرح حذف یارانه‌ها باز کرده. به جایگاه مبارزاتی و قدرت مقابله جنبش کارگری به صورت واقعی علیه این طرح چی هستش؟ شما چجوری ارزیابی می‌کنید این؟ ببینید این جایگاه ویژه، یعنی همه امکاناتش جمهوری اسلامی به دست گرفته. من توی یه فکر کنم برنامه دیگه با به اصطلاح تو تلویزیون کانال جایی اشاره کردم، گفتم رژیمی که تمام ارگاناشو سر یه طرح اقتصادی میاد بسیج میکنه و میگه من به خاطر اجرای این طرح از سپاه پاسداران، از وزارت اطلاعات و قوه قضایی و مقنن و هر زهرمار و آخوند و هر بسیج و همه این جک و جانوراشو نیروی سرکوبشو بسیج میکنه که بیاد مقابله بکنه با مردم. خب این حکومت نیست، این حکومت قدرتمندی است، این یه لاشه به اصطلاح افتاده است که به محض اینکه مردم متحد بشن و به اصطلاح قدرت واقعیشون نمایش بدن میتونه بکشن پایین و دست به هر جنایتی هم زده. این که تمام راه ها رو بسته در واقع نمیتونه ببنده، تمام تلاشاشو میکنه، تمام تلاشایی که به هر حال از جنس همین کاراست و بالاخره سال گذشته مردم نشون دادن با دست خالی و با یه نیروی سرکوب تا دندان مسلح از پس مردم بر نیومدن و اگر یه مقدار مردم آماده تر بودن اینا رو به هر حال پایین کشیده بودن. تا به جنبش کارگری برمیگرده، به نظر من مسئله اصلی اینه هنوز جنبش کارگری قدرت واقعیش رو هنوز به رخ نکشیده. ما هر روز اعتصاب و اعتراض میبینیم ولی اشکالش به اصطلاح یه جوری منفرد، منزوی، متحد و سراسری و همبسته به هم به اصطلاح نیست و برای هم جاهای جمهوری اسلامی میتونه سرکوب بکنه، جاهایی با وعده و وعید و به اصطلاح اینا به عقب میندازه، ولی اگر کارگرا بیان دست به اعتصابات سراسری بزنن چهار روزه جمهوری اسلامی به نظر من میفته، اقتصاد جامعه فلج میشه، اقتصاد به اصطلاح ورشکستش تماما به اصطلاح فرو میپاشه. اگر این جمهور به اصطلاح طبقه کارگر این جنبش کارگری به طور سراسری و متحد ابراز وجود بکنه، به طور شکی جمهوری اسلامی که سهل 10 تا جمهوری اسلامی هم نمیتونه مقابلش وایسه و بخصوص ما در شرایطی داریم این حرفا رو میزنیم که یک جامعه 70 میلیونی 95% داره به اصطلاح لحظه شماری میکنه که این جانیان جمهوری اسلامی رو پایین بکشن و براش در کمین کردن. برای همین من فکر میکنم که باید منتظر این باشیم. منتها توی فاتح بهرامی با عرض معذرت دیگه نگاه کرد که کارگرها خودشون چطور باید آماده بشن، اون یه بحث دیگه است. بله فاتح بهرامی، من میخواستم بهتون اطلاع بدم که حدوداً ما کمتر از 2 دقیقه وقت داریم و من 2 تا سوال میخوام از شما بپرسم. بله یه جوری باشه که بتونیم به دوتاش برسیم. سوال اولم این هستش که به نظر میرسه که رژیم اسلامی داره به اصطلاح با طرح‌های مختلفی که میذاره توی دستور خودش میخواد جامعه رو مرعوب بکنه و بگه که هیچ منفذی برای اعتراض وجود نداره. مثلا طرح محل محور رو برداشته و برده به محله ها هجوم میبره و از جوانان رو دستگیر میکنه و حالا هم دستگیری فعالین کارگری هست. شما فکر میکنید به هر ترتیب به اصطلاح اینا نتیجه میده؟ جامعه عقب میشینه؟ همه اینا شکست میخوره و اکثرشون شکست خوردن. طرح امنیت اجتماعی، طرح ناجا قبلا آوردن به اشکال مختلف، اینا از هر توان و نیرویی که داشتن استفاده کردن، حتی نیروی کرایه از جاهای دیگه آوردن با مردم مقابله کنن. نمیتونن، هیچ غلطی نمیکنن. این رژیم از سر تا بالا در هم شکسته، اقتصادش داغونه، اختلافات خیلی شدید دارن، مردم به طور کامل در مقابلشونن، هیچ غلطی نمیتونن بکنن. اگر ضعف و مشکلی این وسط هست، اتحاد مردم و متشکل شدن مردم که باید روی این کار کنیم و مردم باید برای این آماده بشن. استاندار تهران میگه که خانواده‌های فقیر حتی میتونن از پولی که به حسابشون ریخته میشه پسنداز هم بکنن. نقش به اصطلاح فریب توی این مسئله چقدر به اصطلاح هست؟ حدودا 20 ثانیه وقت داریم شما اگه بتونید. این آقای استاندار خیلی در واقع وقاحتش رو فقط به نمایش گذاشته، وگرنه
مردمی که 3 بار زیر خط فقرن و با طرح یارانه ها بره 5 بار زیر خط فقر، اون وقت پس اندازم میکنن. شاید منظورش اینه که مردم روزی 1 وعده نون خشک بخورن که بتونن پس انداز بکنن، حتی از برق و گرما و اینا هم استفاده نکنن، ملی شدن برن دراز بکشن بمیرن. اینا باید شرم بکنن، این حرفا رو میزنن. مردم این بساتشون رو باید جمع بکنن و فریب فریب که چه عرض کنم، هیچ چیزی به هر حال نمیتونه مردم رو به اصطلاح عقب برونه. با تشکر از شما که توی برنامه ما شرکت کردید. خب بینندگان عزیز، شما نظرات فاتح بهرامی رو شنیدید. نظرات خودتون رو برای ما بفرستید با شماره تلفن و ایمیلی که در پایین صفحه هست تماس بگیرید. من کیان آذر برای شما روزهای خوبی رو آرزو می‌کنم.